ارتباط ما در حال حاضر برقرار شده با آقای سفری، مصطفی سفری، آفیسر پلیس تورنتو که روی خط برنامه ما قرار دارن. آقای سفری سلام عرض میکنم، اگر صدای بنده رو میشنوید از حال احوال خودتون بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای روحان و زهره خانم. سلام عرض میکنم، فرصت رو فراهم کردید که من در خدمتتون باشم و نکته نظرات این موضوع خیلی مهم که COVID-19 هستش و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز شما در میون بذارم. خیلی متشکر از اینکه قبول زحمت کردین روی خط ما هستید، باعث افتخار ماست. خب سوالات بسیار زیادی پرسیده شده آقای سفری، امیدوار هستیم که شما زمان داشته باشید که ما بتونیم پاسخ این سوالات رو از طریق شما به شنوندگان برسونیم. پس اگر که موافق باشن همکار منم اجازه بدید من شروع میکنم. سوال اولی که از ما پرسیدن، از شما در حقیقت پرسیدن، این هست که نحوه جریمه افراد در نتیجه عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی چقدر و چگونه خواهد بود؟ زهره، قبل از اینکه من پاسخ این سوال شما رو بدم، بسیار سوال خوبی هستش، اجازه بدید من یکی دوتا موضوع برای شما بشکافم که بگم اصلا موضع پلیس و مجریان قانون در این کشور الان چی هستش. ما الان با دشمنی داریم مبارزه میکنیم که نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم صداشو بشنویم، نمیتونیم استراق سم بکنیم، تلفوناشون رو گوش بدیم. دشمن واقعا بول پیکری هستش که جون تک تک افراد رو داره در جامعه میگیره و نه ملیت میشناسه، نه رنگ پوست میشناسه، نه صدا میشناسه، هیچ چیزی نمیشناسه، حتی مرز و بوم هم نمیشناسه. به خاطر همین از نیروهای پلیس خواستن که بیان جلو و ما بخوایم با کسانی که واقعا این موضوع شوخی گرفتن باهاشون برخورد بکنیم. من فکر نمی کنم که هیچ زمانی در تاریخ کشورمون ما برهه‌ای داشتیم که دولت بیاد از مردم بخواد که شما داخل خونتون بشینید. همیشه دولت‌ها میان به شما میگن که از خونتون بیاید بیرون، ببید کار بکنید، چرخه اقتصاد ما بچرخه. ولی الان دولت داره به شما پول میده که شما بشینید خونه نتفلیکس و یوتیوب ببینید ولی بیرون نیاید. بنابراین این نشون دهنده این قضیه هستش که موضوع جدیه و چون موضوع جدی هستش، قوانینی و دولت مردان اجرا گذاشتن و از ما خواستن که موجب این قوانین باشیم. این قوانین به این شکل هستش که ما از مردم میخوان که سوشال دیستنس داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی که شما با همدیگه فاصله داشته باشید. این فاصله‌ای که شما دارید یک استثناهایی داره. مثلا الان زهره و روحام شما یه زوج هستید، هیچ مشکلی نیستش که شما در کنار هم دیگه باشید، ولی مشکل ما با کسانی هستن که ارتباطی با هم دیگه ندارن و نباید در کنار هم دیگه باشن. به عنوان مثال در یه 13 به در 10 نفر توی بیسمنت جمع میشن و پارتی میگیرن. ما با این قضیه مشکل داریم. چرا؟ چون من ریسرچر نیستم و هیچ محقق تحقیقاتی در این زمینه به این شکل نکردم در آزمایشگاه، ولی این یک ویروسی هستش که شیوعش به این شکله. تا 11 روز در 90% افراد علائمش دیده نمیشه و شما در اون 11 روز اگه حامل این ویروس باشید، این ویروس رو به ده ها نفر یا هر کسی که باهاش ارتباط دارید پخش میکنید و اینجاست که کار ما عظیمی که هستش بدتر میشه. بنابراین برگردم به سوال شما، جریمه ای هستش که جریمه پروونشال هستش، جریمه نیستش که بخواد برای شما کریمینال رکورد باشه. هزینه‌اش سنگینه، بالای $700 هستش. من دوباره تاکید میکنم این آخرین کاریه که ما بخوایم به شما جریمه بدیم. ما از شما خواهش میکنیم که داخل خونه هاتون باشید. ما از شما خواهش میکنیم که مهمونی را نندازید. از شما خواهش میکنیم که توی پارک ها نیایید. ولی اگر افراد بسیار بسیار کمی هستن که دارن درهمکجی میکنن به قانون، به امنیت و سلامت دیگران دارن پشت پا میزنن، ما هیچ چاره‌ای نداریم که این افراد رو جریمه بکنیم. جریمه‌اش همونجوری که از $700
به بالا به بالا هستش دقیقا. و خب آقای سفری عزیز، آیا باید عدم رعایت این فاصله گذاری رو گزارش بدیم به پلیس؟ و یا خیلی سوالی بود از سمت شنوندگان ما که افرادی هستن مثلا در همسایگیشون کسی حالا مهمانی گرفته، یعنی در حریم شخصی خودش مهمانی رو گرفته، و آیا ما باید این رو به پلیس گزارش بدیم یا این مسئله حریم شخصی محسوب میشه؟ اگر باید گزارش بدیم، آیا باید با مرکز فوریت های پلیس 911 تماس بگیریم یا شماره مخصوصی داره حالا برای این مسائل؟ بله، ما از مردم تقاضا کردیم، خواهش کردیم که این موارد به ما گزارش بدن و در همین قضیه از مردم خواهش کردیم که با شماره تلفن 911 تماس نگیرن، چون این مسئله امرجنسی و ارجنت نیستش. شما تلفن های 911 لطفاً برای کسانی بذارید که واقعا نیاز دارن که با پلیس، آتش نشانی و آمبولانس در تماس باشن. شما تلفن نان امرجنسی ما داریم که اگر در هر منطقه‌ای که زندگی میکنی شماره تلفن های نان امرجنسی پلیس اون منطقه متفاوت هستش. به عنوان مثال من فکر میکنم که اکثریت شنوندگان شما از شهر خوب تورنتو هستن یا منطقه یورکیجن. شهر تورنتو شما تلفنش هست 416-808-2222، 4-2-2 آخرش هستش. اگه یادتون رفته توی صفحه فیسبوک من این شماره تلفن هست، یا گوگلش بکنید. و شماره تلفن یورک ریجن که من فکر میکنم استودیو شما در یورک ریجن باشه هست 1-866-876-5423. اگه یادتون نمیمونه حتما اینو دوباره گوگل بکنید، سیو بکنید، حتما به ما گزارش بدید مواردی که هستش. بعد حریم خصوصی شما هست، شما داخل خونه هستید، یه مهمونی 20 نفره گذاشتید، ولی قطعا پلیس باید تیک اکشن بکنه، پلیس باید برخورد بکنه با این قضیه. به چه نحوی برخورد میکنه، حالا چه عکس العملی نشون میدن، بستگی به اون موقعیت داره. ولی چون که حریم خصوصی شما هستش، به این دلیل نیستش که شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. من ببخشید که خیلی باز صحبت میکنم، شما فرض کنید بگید خب اینجا حریم خصوصی من هستش، من توی بیسمنت هم بیام موشک درست بکنم و نارنجک درست بکنم. نه، حریم خصوصی امنیت خیلی زیادی داره برای از نظر قوانین اجتماعی و قوانین حقوق بشر کانادا. ولی اگر ما شاهد این باشیم که افرادی حتی در داخل خونهشون دارن امنیت و سلامت بقیه افراد کشور عزیزمون رو به خطر میندازن، ما قطعا برخورد میکنیم. بله، به عبارتی یعنی اصلا معنای حریم خصوصی و عمومی الان تغییر کرده و دیگه خیلی شرایط فردی نیست، همه به نوعی زنجیروار به هم متصل هستیم با این توضیحات. دکتر جان، این یک قولی هستش که ما باید دست به دست هم دیگه بدیم و بیشش رو بکنیم انشاءالله. اگر ما بخوایم این قضیه رو سهل انگاری بکنیم و بخوایم پشت گوش بندازیم، حالا ما باید توی خونه ها بشینیم. من در جریان هستم، شما هم در جریان هستید، مردم بیزنس هاشون از دست دادن، چلو کبابی باز کردن، اول سال هیچی در فروش ندن، توی خونه نشستن دارن رنت میدن، بچه ها توی خونه حوصله شون سر رفته، تمام اینا ها رو ما میدونیم. ولی تنها راه مبارزه با این قضیه اینه که داخل خونه ها بمونید و صرفا از خونه تون خارج بشید که 100% ضروری باشید. مثل اینکه که میخواید برید شما نون بخرید، برید بقالی خرید بکنید، باید برید دکتر، و الا اینکه برنشید بخواید برید خونه خالتون چون دلتون برای خاله گرامیتون تنگ شده، بخواید برید اونجا چلو کباب بخورید. اینجا شما دارید در واقع این قضیه رو کش میدید و کمکی به جامعه نمید. خیلی متشکر جناب آقای سفری. با توجه به افت کسب و کار و اینکه خب دستور داده شده یه سری بیزنس ها تعطیل باشن، احتمال جرم و جنایت و دزدی هم خب شاید بالا بره، پلیس چه توصیه هایی به مردم داره در این زمینه؟ اگر دقت کرده باشید تعداد پلیس هایی که پاترول میکنن الان در سطح شهر زیاد شدن، به خصوص مناطقی که اینداستریال یا بیزنس ها هستن، مناطقی که کارخونه ها هستن، مناطقی که مغازه هایی هستن که بستن. تعداد ما زیادتر شده، رفت آمد ما زیادتر شده، نیروهای ما زیادتر شده تو این زمینه. خیلی از بچه ها کار دیگه ای که میکردن الان تغییر کرده، دارن روی این کار میکنن. ولی شما هم به عنوان یک بیزینس اونر من خواهش میکنم که آلارمتون رو چک بکنید ببینید حتما آلارمتون کار میکنه، کامراتون رو چک بکنید ببینید کامراتون داره کار میکنه. یه سرکی اگر میتونید به صورت ویرچوال یا به یه نحوی به بیزینستون بزنید، مواظبش باشید. ولی ما هم نهایت تلاشمون رو میکنیم که
مال و منال شما در امنیت کامل باشه. خیلی متشکر. سوال دیگه هست جناب آقای سفری، میپرسن که آیا در حال حاضر مرزهای زمینی کانادا و امریکا بازن؟ خب خبرهای متفاوتی هست، مثلا همون هفته هایی که صحبت از بسته شدن مرزها بود ما میدیدیم که کسانی که میومدن و میگفتن حتی از ما سوالی هم نشد، سوال خاصی هم نشد، به راحتی اومدن. آیا اطلاعی در این زمینه داریم به طور مشخص مرزهای ورودی به کانادا از سمت امریکا بازه یا خیر، و اگر که امریکایی ها میتونن وارد کانادا بشن قرنطینه این افراد که از مرز زمینی وارد کانادا میشن به چه صورته؟ آیا دولت اونا رو 14 روز قرنطینه میکنه یا میتونن برن منزل خودشون قرنطینه بشن یا منزل بستگانشون یا اصلا نمیتونن وارد شن؟ ما تمام رفت آمدهای بهش میگن آن نسسری ترابل، تمام غیر ضروری مسافرت های غیر ضروری از مرزهای آمریکا و کانادا مسدود شده، صرفا افرادی میتونن عبور بکنن که توجیه بسیار مناسب و قابل قبولی داشته باشن که بخوان از مرز رد بشن. به عنوان مثال شغلشون اونجا باشه، مثلا میگم ما خیلی نرس هایی داریم، خیلی پرستارهایی داریم که در آمریکا زندگی میکنن ولی در آمریکا کار میکنن ولی در کانادا زندگی میکنن، یا باید به یک علت بسیار بسیار واجبی برن آمریکا. این افراد سر مرز از طریق مرزبانان کشورمون اسکرین میشن و ازشون سوالاتی خواهد شد، اگر قابل قبول باشه اجازه ورود بهشون میدن، اگر نباشه که درشون نگردونن. ببخشید سوال دومتون؟ بله میخواستم ببینم کسانی که میان، بله کسانی که میان از مرز و از هر جای دیگه ای که وارد کانادا میشن، از کانادا، ببخشید از ایران، از آمریکا، از هر کشور دیگه ای، باید 14 روز در داخل خونهشون بمونن، خودشون رو باید حبس بکنن. حتی ما این توصیه میکنیم شما در داخل خونه هستید با افراد دیگه خانوادتون هم ارتباط نداشته باشید. این هم جزء قوانینی هستش که اگر ما کسانی رو ببینیم که با این قوانین دارن سرپیچی میکنن از این قوانین، میتونیم حتی باهاشون برخورد قانونی بکنیم. کس پس با توضیحاتی که فرمودین کسانی که از امریکا وارد کانادا میشن با دلیلی چون این که میخوان به فرزندانشون سر بزنن یا کنار فرزندانشون باشن ازشون مراقبت کنن، اینها غیر ضروری تشخیص داده میشه، یعنی اصلا اجازه ورود نخواهند داشت؟ ببینید اینا کیس با کیس متفاوت هستش. اگر مثلا یه نفر یه بچه عقب افتاده داره، بچهش 14 سالشه، نمیدونم به دچار نگرانی هستش، ببینید اینا چیزایی که باید توجیهش رو کاملا برای اون افسر بگن که قابل قبول باشه. ولی اگر من دلم برای دایم تنگ شده و میخوام برم کالیفرنیا باهاش یه چایی بخورم، این تو کت کسی نمیره. یه مطلب خیلی مهم این هستش که ما میخوایم از این قول کرونا ویروس جدا بشیم. اگر مردم بخوان بیان به دلایل ناموجه بخوان از مرز خارج بشن، خب واقعا دیگه حالا ما مهمون خونه هامون هستیم و باید به در دیوار نگاه بکنیم. ولی قانون این هستش که unnecessary travel، مثلا شما راننده تراک هستید، راننده کامیون هستید و مسیرتون همیشه از آمریکا به کانادا هستش، شما قابل توجیه هستید که از مرز عبور بکنید. ولی اینکه مثلا دلتون برای کسی تنگ شده یا باید پیش بچه‌تون باشید، بسیاری داره بچه‌تون چند سالش باشه، اینا همه مدارکاش رو داشته باشید که بتونید به مرزبانان کشور ما یا مرزبانان آمریکا توضیح بدید که، و اونا رو باید شما توجیه بکنید که بخواید از مرز عبور بکنید. در غیر این صورت نه. بله یک سوالی من، حالا هم سوالی که هم اکنون به دست ما رسیده هم مشابه شما داشتیم، من حالا این سوال رو با هم میپرسم از حضورتون. دوستی پرسیدن که شغلشون تعمیرکار خودرو هست، اینکه موقعی که در مسیر کار تا خونه هستند اگر پلیسیشون رو متوقف بکنه چطوری باید ثابت کنن که دارن میرن سر کار و تنها کار میکنن و کسی به خطر نمیفته در محل کاریشون؟ ببینید اولا که ما هنوز خوشبختانه به اون مرحله نرسیدیم که جلوی اتومبیل ها رو بگیریم و ازشون بپرسیم کجا میرن، کجا میرن، در افرادی که داخل اتومبیل نشستن چه نسبتی با هم دیگه دارن. واقعا نرسیدیم آقای سفری، برای اینکه چند روز پیش ما یک مخاطبی داشتیم تماس گرفته بودن و میگفتن 750 دلار فرزندشون جریمه شده به خاطر که خودروشون رو متوقف کردن، ازش پرسیدن که کجا تشریف میبرن، ایشون هم چون منزل اقوامی رفتن دلیل ضروری نداشتن 750 دلار جریمه شدن. بله ما استیتمنتی رو داریم هفته گذشته، رسما استیتمنت داریم از طرف ترانت پلیس برای پابلیک
که ما هیچ اتومبیلی رو متوقف نمی کنیم، ولی من بذاری بهتون بگم استثنا داره، من فقط دارم کلی میگم خدمتتون. اگر یه شخصی سرعت غیر مجاز داره میره و ما جلوشو بگیریم و بخوایم بهش جریمه اسپیدینگ بدیم، بعد بفهمیم که ایشون هم مثلا داره برای خودش گپ میزنه، چرخ میزنه، دنبال نمیدونم کار خاصی نیستش، اون موقع احتمال داره یه تیکت اضافه هم بهش بدیم به خاطر این موضوع. ولی صرفا اتومبیلی ما متوقف نمی کنیم که این جریمه رو بهشون بدیم یا نه، ولی به هر حال قانون دست و بال ما رو باز گذاشته که این کار رو بکنیم. ما واقعا اجازه بده من اینو بگم، مردم همکاریشون بی نظیره، یعنی واقعا با ما دارن همکاری میکنن، زحمت میکشن، توی خونه ها دارن میمونن، تعداد بسیار بسیار کمی هستن که دارن دهنکجی میکنن به قانون، به امنیت و به سلامتی مردم. ما واقعا مشکل خاصی نداریم. تا خدمت شما عرض شد که من الان میتونم آمارش رو بدم خدمتون، ما هولوهوش چند تا تیکت داشتیم، 400 خوده تیکت ما داشتیم، خیلی هاشون رو بهشون فقط اخطار دادیم و با این اخطار این قضیه حل شده. مسئله ما و یکی از وظایف ما الان حالت ایژوکیشن و آگاهی دادن به مردم هستش. ما تا تاریخ 4 آپریل 4-5 آپریل 26 تا جریمه نقدی دادیم، 976 نفر رسما بهشون اخطار دادیم. در کجا این آمار؟ در استان 5 تا اتومبیل تور کردیم. در استان آنتاریو میفرمایید؟ کدام؟ در نه، در شهر تورنتو. در شهر در استان آنتاریو طبیعتاً بیشتر هستش این قضیه. و تا الان ما همکاری بسیار زیبا بسیار خوبی داشتیم از مردم، ولی همینجوری که عرض کردم خدمتتون، اگه شما میبینید که تجمع هایی هستش که سوشال دیستنس یعنی که شما دارید میرید واسه مثلا یه پیتزا گرفتید توی بیسمنت توی پارکینگ لات، مثلا 7 نفر کنار هم نشستن دارن پیتزا میخورن، خب این قانون شکنی هستش، این 7 نفر جریمه نقدی خواهد شد. ماله؟ و اگر کار به جاهای باریک بکشه، ما حتی مسائلای جنایی و مسائلای قوانین فدرال هم میتونیم بکشیم وسط. یعنی انقدر این موضوع مهم و سریوس هستش که دولت این بازو به ما داده که با افراد خاطی بخوایم مبارزه بکنیم، چون الان مسئله سلامتی تک تک افراد این کشور هستش. من یه مطلب دیگه هم عرض کنم خدمت رو قبل از اینکه یادم برم، قوانین هیچ تغییری نکرده، قوانین اسپیدینگ، استفاده از تلفن، ضرب و شتم، تهدید به مرگ، تمام این قوانین ها سر جاش هستش. نیروهای پلیس دارن مثل قدیم دارن کار میکنن، یه مقدار حتی کار ما هم بیشتر هم شده. اینکه اگر بعضیا در این خیال هستن که چون حالا وضعیت اضطراری در این کشور هستش، حالا ما میتونیم خیابون یانگ با 100 تا بخوایم بریم و دورهای مثلا چپن در قیچی بزنیم، کسی هم کاری به کارمون نداره، پلیس گرفتمون میگیم فصل کروناست، همچین چیزی وجود نداره. پلیس برخورد میکنه و حالا دادگاه ها بسته شده، هر وقت دادگاه باز بشه افراد میتونن برن دادگاه و این قضیه رو بسیار عالی. جناب سفری یه سوال دیگه هم همین الان شنونده ای برامون فرستادن، آقای مهدی، که اگر که افراد زیادی رو که میبینن در طول روز توی ساید واک ها و محله ها دارن پیاده روی میکنن یا ورزش میکنن یا مواردی شبیه به این، آیا اینها از نظر پلیس الان خلافه یا خلاف نیست؟ آقا مهدی عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت شما. ما هیچ مسئله ای نداریم که مردم برن بیرون ورزش بکنن و برن بیرون قدم بزنن در فضای باز، ولی ما به مردم توصیه کردیم که در پلی گراند ها، در پلازا ها، در پارک ها نرن، از وسایل پارک ها استفاده نکنن. اگه دقت بکنید دور پارک ها هم همیشه یه دونه تیپ زرد هم الان کشیده شده که یک سیگنالی بدیم به مردم که نمیتونی از این تاپ و از این اله کلنگ استفاده بکنی. ولی اگه شما توی خیابون یانگ دارید سر تا سر یانگ و پیاده روی میکنید، دارید میدوید، خیلی هم توصیه میشه از طرف پزشکان، توصیه میشه که این یکی از روش های خوبی هست که سیستم ایمیون سیستمتون بره بالا. ولی اگر شما 2 نفر هستید، بعد 5 نفر دیگه هم قراره که سر یانگ و شپرد به شما ملحق بشن، بعد با هم دیگه برید، بعد وسط راه هم تصمیم بگیرید که برید بستنی بخرید بشینید با هم دیگه بخورید، در واقع جون همه 7 نفر شما دارید به خطر میندازید. اون موقع
اگر کسی این موضوع به ما گزارش بده احتمال داره که ما اون جریمه سنگین به شما بله. بسیار علی آقای سفری، خیلی متشکر از اینکه ارتباطتون رو با ما برقرار کردید، باعث افتخار ماست. همینطور که میبینید الان زیرنویس هم بچه ها زدن که کاربری از طریق فیسبوک که بیننده ما هست برای شما نوشته، باعث افتخار ماست که هموطن ایرانی موفقی داریم که حضرت عالی رو میفرمایند و امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید. ایشالله به زودی دوباره برای آپدیت های بعدی مزاحمتون خواهیم شد، بتونیم ارتباط دیگه ای رو داشته باشیم و مردم هم آپدیت باشن و اساسا بعد از این جریان کرونا بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم. در استودیو باعث افتخار ما خواهد بود. خواهش میکنم. تشکر از شما زهره خانم و بهام. من مجددا عرض کنم خدمتتون، من صرفا یک خدمتگزار بیشتر نیستم. ما مردم رو دوست داریم، اینجا کشور ما هستش و من خواهش میکنم که با ما همکاری بکنید، از ما نترسید و با ما در ارتباط باشید. با ما در ارتباط باشید، با تلفن نایمرجنسی به ما زنگ بزنید و میفهمید. اگر احساس میکنید افرادی هستن که واقعا دارن این قوانین رو زیر پا میذارن و به امنیت خانواده شما، به سلامتی زندگی تک تک افراد این کشور دارن لطمه میزنن، حتما اینا رو به ما گزارش بدید. خیلی خوشحال شدم که در برنامه‌تون شرکت کردم. من در خدمت شما هستم. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. قربان شما. خیلی متشکرم و امیدواریم که همیشه در صحت و سلامتی حداقل این وظیفه خطیری که به دوش دارید رو انجام بدید. خیلی ممنون از تماستون. وقت بخیر. قربان شما. خدا نگهدارتون. جناب آقای مصطفی سفری، آفیسر پلیس تورنتو روی خط ما بودن و امیدوارم که سوالات شما رو تا حدودی تونسته باشیم با برنامه زندگی عصر خوب از رادیو آرینا جواب داده باشیم. ممنون از شما دوستان عزیزی که از طریق فیسبوک و یوتیوب برنامه رو دنبال کردید و همچنان میکنید. امیدواریم که روز خوبی رو گذرونده باشید.